دوستان سلام، بالاخره روز مصاحبه با عزیزی که بهتون توضیحش داده بودم قبلا فرا رسید. با تحصیلات دانشگاهی ایران و تجربه کاری در ایران بدون اینکه هیچ آشنایی در نروژ داشته باشه تونسته کار توی نروژ پیدا بکنه و الان چند ماهیه که در نروژ داره زندگی میکنه. بریم که این مصاحبه رو با هم بشنویم. قبلش لازمه که یه توضیحی بدم. ایشون علاقه به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ندارن، برای همین این ویدیو تصویری نیست، فقط صدای ایشون رو من پخش میکنم، اما در همین حد که به ما وقت دادن و حاضر شدن که اطلاعات مفیدشون رو در اختیارمون بذارم، پیشا پیش ازشون تشکر میکنیم. صادقانه بخوام بگم تعجب کردم وقتی به من دایرکت داد گفتش که کار گرفته توی نروژ، چون خب خارج از نروژ هم از اتحادیه اروپا خیلی ها هستن که میخوان نروژ کار بکنن، برای همین من شانس بچه های خارج از اتحادیه اروپا رو خیلی خیلی پایین میبینم. هنوزم نظرم همین هست. البته پریسا هم تایید کرد صحبت که باهاش کردم، گفت من به غیر از خودم کسی دیگه ای رو ندیده بودم خارج از اتحادیه اروپا تونسته باشه کار گرفته باشه در اطراف خودم. شانس این مسئله پایینه ولی میبینین شدنیه. پس اگر شما انتخابتون یه کشوری هست، حالا صرفا من درباره نروژ صحبت نمی کنم، حتما شانستون رو امتحان کنیم، ولی تمام تمرکزتون رو روی اون راه مهاجرتی نذارین که بگین خب من فقط از طریق کاری میخوام بیام. ما معمولا توی دهه دوم، سوم و بعضی ها حتی تو دهه چهارمشون به فکر مهاجرت هستن. هر چقدر دیرتر بیاین، دیرتر وارد بازار کار میشین، دیرتر بازنشست میشین، اینا همشون تأثیر میذاره روی درآمد شما، روی سطح کیفیت زندگی شما. پس روی چیزی که شانسش خیلی پایینه بیش از اندازه سرمایه گذاری نکنین. بیشتر از این من صحبت نمی کنم، اجازه بدیم که این عزیز خودش رو اول معرفی بکنه، بعد میریم سراغ سوالاتی که شما ازش داشتین و من تک تک همه این سوالات رو ازشون پرسیدم. سلام کنم به شما شیما جان و مخاطبان عزیز کانالتون. قبل از هر چیز دوست دارم از شما یه تشکری بکنم بابت ویدیوهایی که میسازین و اطلاعات خوبی که تو این ویدیوها در واقع هست. من خودم واقعا خیلی ازشون استفاده کردم و نکته که در موردشون وجود داره ویدیوهایی هستن که خیلی مطابق و واقعیت هستن، زیاد سلیقه شخصی و حدس و گمان و اینا توش نیست و این به نظر من خیلی محتواشون رو ارزشمند میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ سوالا، من اول یه توضیحاتی میدم که حالا فکر میکنم این توضیحات بتونه کمک کننده باشه و امیدوارم اینطور باشه. من اسمم پریساه و 31 سالمه. شغلم برنامه نویسیه، برنامه نویسی جاوا به طور خاص، و کاری هم که توی نروژ گرفتم دقیقا همینه. تحصیلاتم کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزاره و آیلتس 7 دارم. در مورد سابقه کاری هم حدود 6 سال به صورت برنامه نویس من مشغول به کار هست. خوشحالم که تونستم به اندازه خودم به دوستانی که تازه وارد نروژ شدن کمک بکنم. میریم سراغ سوالات. دوست و آشنا و کلن نتورک نروژی داشتین؟ معرفی داشتین در نروژ یا اینکه خودتون اپلای کردین و رزومه رو فرستادین؟ اینو به این دلیل دوستان احتمالاً پرسیدن که من خیلی تاکید میکنم باید دوست نروژی پیدا بکنین، اما جوابی که پریسای عزیز میده ثابت میکنه که تلاش خیلی وقتا نتیجه میده و خیلی از معادلات رو میتونه به هم بزنه. بفرمایید پریسای عزیز. من همونطور که گفتم از ایران اقدام کردم و هیچ کسی تو نروژ نداشتم و کانکشن خاصی نداشتم. رزومه‌مو فقط آپلود کردم، مصاحبه کردم و اومدم.
چطور تونستین این کار رو بگیرین؟ چطور دنبال کار گشتین در نروژ؟ یکم درباره این برامون توضیح بدین. اگر بخوام از اول بگم که این فرایند چطوری بود، اول این بود که من برای همیشه این سایت یاب نورگه رو چک میکردم و برای یه سری پوزیشن ها اپلای میکردم. خود اپلای کردن تو سایت یاب نورگه هم یه سری نکات داره، یعنی باید ریز به ریز همه چیز رو بنویسین، چون بعضی سایت ها هستن فقط یه سی وی میتونی بذاری و هر زمانی هم که بخوای اون سی وی رو به اون شرکت هایی که دنبال کارمند میگردن بفرستیم، ولی سایت یاب نورگه اینطوریه که باید دونه دونه همه رو بنویسی و یه کوچولو سخته، ولی خب من اون رزومه رو کامل اونجا نوشتم و فکر کنم یادم نمیاد دقیقا چند تا کار، ولی شاید یکی دو تا کار اپلای کرده بودم و ریجکت شده بودم. البته مثلا این یه فرایندیه که شاید از اولین اپلای من توی یاب نورگه تا این اپلای هم که به نتیجه رسید مثلا یه فرایند 2 ساله بود، چون پوزیشن هایی که توی یاب نورگه هست خیلی هاش پوزیشن های پی اچ دی، من دنبال پی اچ دی نبودم و خیلی کم اون چیزایی که مثلا دنبال برنامه نویس یا حالا اون شغل های دیگه من زیاد اطلاعی ندارم در مورد شغل خودم اینطوری باشم، یعنی تک و توک بود که من همون رو اپلای کردم، یکی دوتاشو ریجکت شدم و کاری که من اپلای کرده بودم براش فکر میکنم من پاییز اپلای کردم، ولی تقریبا فروردین سال بعدش با یه فاصله 3-4 ماهه یکم بیشتر حتی برای اولین بار اول ایمیل رو به من زدن و موقعی هم که به من ایمیل زدن خودشون گفتن که به خاطر شروع کرونا و دورکاری و یه سری از این همزمانی هایی که باید انجام میشد و این مسائل یه ذره دیر شده و ازم پرسیدن که دوست دارم مثلا هنوز اینترستد هستم برای این کار کردن توی این پوزیشن، منم جواب دادم که هستم و بعد با من اولین قرار رو ست کردن. در مورد مشخصا این شغل خودم بخوام بگم، فکر میکنم که اینطوریه که آگهی رو میدن و حالا هر کسی که اپلای میکنه براش باش مصاحبه میکنن و حالا نهایتا نفر آخر رو انتخاب میکنن. در مورد اینکه من آزمایشی همکاری کردم، نه برای من دوره آزمایشی نبود، ولی اینجا حالا اون موردی که من میخوام تو مثال بگم رشته برنامه نویسی نبود، ولی اینجا خیلی چیز غیر معمولی هم نیست که فکر میکنم یه دوره 3 ماهه رو برای آزمایشی در نظر بگیرن. این یکی از نکاتیه که من همیشه تاکید میکنم، برای اینکه خیلی از عزیزان هی از من میپرسن من مثلا این مدرک رو دارم، این معدلم هست، آیا اپلای بکنم یا این سابقه کاریمه، آیا رزومه بفرستم. من بارها گفتم شانس خودتون رو امتحان بکنه، خصوصا اینکه اپلای در دانشگاه های نروژ رایگانه و همینطور هم که الان پریسای عزیز توضیح داد به اشتراک گذاشتن رزومه توی این وبسایت هم هزینه ای برای شما نداره، پس برای کاری که حتی قرار نیست هزینه مالی شما پرداخت بکنین حتما شانستون رو امتحان بکنین. در مورد مصاحبه هم اگر بخوام بگم، اولا که فرایند مصاحبه های من حالا با توجه به اینکه این وسط مثلا یه روزی بود من سر کار بودم، یه روزی بود اونا شلوغ بودن و تقریبا سخت بود که، یعنی اینطوری نبود که بگیم مثلا هفته دیگه میخوایم قرار مصاحبه بعدی رو بزنیم و حتما بشه، مثلا ممکن بود بین دوتا مصاحبه هم مثلا 3 هفته هم وقت خالی باشه. خلاصه این که مصاحبه اول من مصاحبه فنی بود، مصاحبه بعدی مصاحبه HR بود که مصاحبه فنی حالا با تجربه‌ای که من حتی تو ایران داشتم، مصاحبه فنی به نظر من خیلی سخت نبود، یعنی به اندازه ایران که اونقدر جزئیات میپرسن حداقل شرکتایی که من استخدام شدم اینجا اونقدر نبود و تو بعضی از بخشا مثلا از من میپرسیدن که رزومه‌ام هم بود، چون بعضی از شرکت‌ها من خودم این تجربه رو دارم که مثلا یه سری سوال از قبل تعیین شده دارن، اصلا مهم نیست که تو اون رزومه‌ات نوشته باشه که این تخصصو داری یا نه، شروع کردن سوالشو میپرسن و بعدم که اعتراض کنی به که مثلا نگفتم که این تخصصو دارم که بخوام سوالشو جواب بدم، اونا معمولا مثلا میگن که نه خب این یه سوالات تمپلیت
از پیش تعیین شده مال شرکت ماست، ولی اینجا اینطوری نبود و طبق رزومم از من سوال میپرسیدم. من تو رزومم هیچ چیز علکی ننوشته بودم که مثلا تخصصی که نداشتم و ننوشته بودم، و حتی یه سری تخصصام بود که از همون آخرین باری که من آپلود کرده بودم و میگم پاییز سال قبلش تا الان یه چیزایی من جدید یاد گرفته بودم، از جمله اینکه خب من برنامه نویس جاوا بودم و پایتون هم این مدت یاد گرفته بودم. خب این نکته بود که اگه خاطرتون باشه من توی قسمت قبلی گفتم صداقت خیلی مهمه، رزومتون رو اغراق‌آمیز ننویسین، تجربیاتی که ندارین رو ننویسین یا تجربیاتی که خیلی غیر مرتبط هست با چیزی که درخواست دادین و اصلا لازم نیست بنویسین. رزومه باید مختصر و مفید باشه. در مورد مصاحبه HR، به نظر من مصاحبه HR خیلی پروپیمون بود، حداقل به نسبت تجربیاتی که من داشتم. خیلی سوال میپرسیدن و جواب سوالا خیلی براشون مهم بود. در واقع مثلا این شکلی نبود که بگن که یه سوال بپرسن بعد من بگم نمیدونم واقعا و بگن که خب باشه سوال بعدی. باید حتما در مورد اون من یه توضیح میدادم و اونا حالا اون جوابشون میگرفتن بعد میرفتن سراغ سوال بعد. حالا سوالام از اینکه نقطه ضعفت چیه، نقطه قوتت چیه، دوستات تو رو چطوری میشناسن و همه اینا شروع میشد تا مثلا جزئیاتی مثل اینکه تو محل کارت ارتباطت با بقیه چطور بوده، اگه تا حالا دعوا کردی تو محل کار برای ما بگو، وقتی که ناراحتی استرس کاری زیاده چی کار میکنی، و خیلی از این سوالات از من پرسیدن. و حتی مثلا از من پرسیدن تا حال با مدیر دعوات شده؟ مثلا من میگفتم فرضاً بله. بعد مثلا میگفتن که خب چی کار کردی؟ میگفتم خب رفتم باهاش جلسه گذاشتم حرف زدم و اینا حل شد. بعد میگفت خب حالا برای ما مثالش رو کامل توضیح بده. خلاصه که فکر میکنم یه حدود 3 ساعت طول کشید این مصاحبه، و وقتی مصاحبه تموم شد حالا یا فرداش یا با یه فاصله به من ایمیل زدن که یه نفر ریفری رو بهشون معرفی کنم. این در واقع 2 نفر که حالا میگفتن یکیش حتما باید مدیرت باشه، یا توی این شرکت الان دیگه تو شرکت قبلی، و یه نفرم ترجیحاً از همکارانه که حالا با هم توی رده بودین. منم از شرکت قبلی، اون شرکتی که اون موقع توش کار میکردم، از شرکت قبلیم بهشون 2 نفر معرفی کردم، هم آیدی اسکایپ و ایمیل و شماره موبایل و اینا رو در اختیارشون گذاشتم، و البته بهشون هم توضیح دادم، گفتم من چون الان توی یه شرکتی که هستم هنوز مشغولم، ترجیح میدم که از شرکت قبلی مثلا کسی رو معرفی کنم، که گفتن مشکلی نداره. و با مدیر و دوست من همکارم هم مصاحبه کردن و از اونا هم سوالایی مثل همین، شاید یکم مشابه همون سوالای خودم پرسیده بودن که نقاط قوت مثلا من چیه یا تو محیط کار چطوری بودم و اینا، و یه جورایی شاید حتی یک کمم، نه اینکه بگم الزاما به این دلیل این کار کردم، ولی شاید یک کمم حالت راستی آزمایی هم داشت که اون حرفایی که من زدم بدون اینکه اصلا بدونم همچین سوالایی هم بعدن در پیش هست چقدر به واقعیت نزدیک بوده. دیدین که درباره اخلاقم پریسا صحبت کرد که چقدر سوالای ریزی ازش پرسیده. این سوالاتو دوستان سرسری نگیرین که ازتون میپرسم کتاب مورد علاقتون چی هست. شاید به نظر شما خیلی عجیب یا خیلی سوال پیش پا افتاد و ساده‌ای بیاد و شاید همینجوری یه چیزی جواب بدین، اما این سوالا تمام مدت در واقع دارن از نظر شخصیتی شما رو بررسی میکنن که شما چه جور آدمی توی محل کارتون هستین، چه جوری با دیگران برخورد میکنین. چون یکی از وظایف اصلی کارفرماها در نروژ فراهم کردن یه محیط کاری آروم و خوب برای همه کارمندانه. حالا نمیگم در اینجا اصلا توی محیط کاری استرس و مشکل و کارمند بد و همکار بد وجود نداره، اما خیلی سعی میکنن که این فیلترها رو بکنن، این افراد قبل از اینکه استخدام بشن با این جوابایی که میدن توی تستای روانشناسی مشخص بشه. اما خب آدمیزاد یه موجود پیچیده است، خیلی هم هستن که میتونن نقاط ضعفشون، اخلاقهای خیلی نازیباشون رو توی برخوردهای اول پنهان کنن. دلیل این که استخدام توی نروژ خیلی سخته، خیلی این مراحل طی میشه، همین تستای روانشناسی و اینا، اینه که اینجا به این راحتی نمیشه افراد رو اخراج کرد. برای همین کارفرما خیلی دقت میکنن که شخصی که استخدام میکنن توی محیط کار برای دیگران مشکل ایجاد نکنه، و خب در این جور موارد
شما اگه خارجی هستین و در کنار یه نروژی قرار بگیرین، اگر از نظر تحصیلات و از نظر تست روانشناسی هر دوتاتون تقریبا در یه سطح باشین، یعنی تست روانشناسی هر دوتاتون یه سری ایرادها نشون داده باشه، بسیاری از کارفرماها ترجیح میدن که نروژی بگیرن. پیش خودش میگه خب من انتخابم همین دو نفره، هر دو نفرشون هم یه سری مشکلات دارن، خب چرا من کسی که قرار سخن روحم بشه احتمالاً در آینده یه خارجی باشه، بذارین حداقل من این نونو به هموطن خودم بدم. پس شما به عنوان خارجی کارت خیلی سخت داره. شما خودتو هیچ وقت با یه نروژی مقایسه نکن که بگی مثلا من توی محیط کارم اتفاقا یه همکار نروژی داشتم، خیلی آب زیر کار بود، خیلی زیر آب رفیقاش و همکاراش رو میزد، اما چطور اون کار داره، یا اینکه اون خیلی بی سواد بود، اون خیلی تجربه کاریش پایین تر بود، به اون چطور کار دادن. ما به عنوان یه مهاجر همیشه برای اثبات خودمون موانع بیشتری داریم، همیشه تلاش بیشتری باید بکنیم. این یکی از سختی های مهاجرته که باید باش کنار بیاییم. و سوال دیگه ای که پرسیده بودن، پروسه شما برای گرفتن ویزا چقدر طول کشید؟ درباره اینترویوتون پرسیدن، اینترویوتون چطور بوده و چطور تونستین قانعشون کنین که این شغل رو به شما بدن؟ بعد از اینکه با اون همکار و دوست من تماس گرفتن، بعد از یه فاصله یه ساعته به من ایمیل زدن که نفر اول شدم بین اپلیکنت ها، و اگر تا یه تاریخی زده بودن گفتودن که میتونی به ما جواب بدی و اگر جواب ندی نفر دوم استخدام میکنیم. و همونجا منو با یه نفر از منابع انسانی تو شرکت کانکت کردن که شرکت برام اولیه پیش قرارداد فرستاد که من امضا کردم، بعد قرارداد اصلی رو فرستاد که برای ویزای من لازم بود، و از اینجا دیگه فرایند ویزا شروع شد. و سوال بعدی هم که خب دیگه مرحله پایانی در واقع هست بعد از گرفتن شغل، صرف تا صد گرفتن ویزای کار که چقدر طول کشید و چه کارهایی انجام دادین، و آیا میشه از ایران تنها انجام داد یا کسی رو باید در نروژ داشته باشی؟ به این شکل که من اول رفتم تو سایت UDI ثبت نام کردم. اونجا بر اساس اینکه درخواست چه ویزایی داریم یه سری فرم هست که اون فرما رو ما باید پرینت بگیریم و در واقع باید پرشون کنیم و حالا پرینتشون رو پرینت بگیریم. حالا اگه همراه داریم باز یه سری فرمای دیگه هم اضافه میشه. خلاصه ما اون فرما رو همه پر کردیم، پی دی افش رو دانلود کردیم، پر کردیم، همه رو پرینت گرفتیم. دوباره یه لیست دیگه بود از مدارک، مثلا مدارک تحصیلی، حالا برای همراه من مثلا مدارک ازدواج، سی وی، بعد یا حالا هر مدرک دیگه‌ای که من جزئیاتش دقیق یادم نمیاد، همین آفر آف ایمپلوی که هم قرارداد هست، و همه اینا رو ما پرینت کردیم و بعد از سایت در واقع وی اف اس نروژ تو تهران یه درخواست وقت کردیم، یه ایمیل بهشون فرستادیم که اینا بازم دستورالعملش تو همون سایت وی اف اس نروژ تو تهران هست. یه وقت گرفتیم و وقتم با یه فاصله، مثلا من اول هفته درخواست کردم برای وقت، یعنی گفتم میخوام اول هفته بیام، مثلا انداختم برای من چهارشنبه سه شنبه، با فاصله کمی از اون وقت درخواستی خودم وقت رو گرفتیم و رفتیم اونجا با همه مدارک پرینت شده، و یه مسئول وی اف اس یکی که مدارک رو میخوند و از ما تحویل میگرفت که حالا اگه کمی چیزی هم داشت همونجا میفهمید، و یه پرینت اضافه تری هم میخواستن که تو مدارک نبود که ما بعدا اون رو پرینت گرفتیم دادیم به اون. یه ریسپشنی داشت وی اف اس که بعدا اضافه کردن و مشکلی هم پیش نیومد، و دیگه از اینجا انتظار برای ویزا شروع شد. تقریبا فکر میکنم تیر ماه 20 و شاید هفته آخر تیر ماه 20 و چندم تیر ماه ما برای ویزا درخواست کردیم، که تقریبا این فرایند ویزای ما یه جورایی افتاد توی تعطیلات تابستانی تو نروژ، و یه کمی کوچولو شاید ویزای ما دیر اومد و تقریبا اوایل شهریور ویزای ما اومد. و ویزا هم این بود که بر من یه ایمیل فرستادن که قبول شدی، و وقتی که قبول شدی باید پاسپورتتو ببری وی اف اس که بعد اون استیکر در واقع استیکر ویزا رو بچسبونه توی پاسپورت. کلا گرفتن ویزای کاری خیلی آسان‌تر از ویزاهای دیگه است، به خاطر اینکه مثلا مدارک مالی و اینا که کلا تو ایران چیز سختی هستش تهیهشون، این حذف میشه و اصلا نیازی نیست که کسی این کارو انجام بده. تو تلگرام یه گروهی هست که
حالا کلی دوستان اونجا هستن، زحمت میکشن و سوالای بچه ها رو جواب میدن و میشه راحت با، حالا اگه هم حتی سوالی پیش اومد میشه تو همین گروه ها مطرح کرد و انجام داد. سوال دیگه ای که یکی از عزیزان پرسیده بود، مدرک از چه سازمانهایی به درد میخوره؟ کلی تر اگه بخوام بپرسم، کلی تر باشه مدرکمون یا تخصصی تر؟ در مورد مدرک، به نظرم مهمترین مدرک، مدرک دانشگاهیه. مدرکی که توی آگهی ها بهش مستقیم همیشه اشاره میشه معمولا مدرک دانشگاهیه، ولی حداقل تو حوزه کاری من این شکلیه که تو ایران هم همین شکلی بود، تو خیلی کشور دیگه هم همین جوریه و توی نروژ هم من اینو مستقیما تو آگهی دیدم که اگر حتی مدرک مرتبط با کامپیوتر هم نداشته باشین ولی سالای زیادی باشه که تو این حوزه کار کرده باشی، اینو کامل پوشش میده و در واقع دیگه ضرورتی به داشتن مدرک نیست. هرچند که مسلما مدرک داشتن همیشه یه پوانه حتی شاید غیر مستقیم هم باشه، ولی اگر این مدرک رو نداریم ولی زیاده که تو این حوزه فعال هستیم، سالای زیادیه، فکر میکنم که مشکلی نباشه. در مورد مدارکی که حالا تو این سوال گفتم مثل ICDL و اینا، فکر میکنم این مدارک یه مدارکی هم که برای کارهای مثلا دفتری و این چیزا اهمیت دارن، برای کار خود حوزه مهندسی کامپیوتر خیلی این مدارک مهمی نیستن. ولی به صورت کلی من فکر میکنم که اگر ما مدارکی داریم که مرتبط با شغلی هستن که در موردش داریم درخواست میدیم، قطعا میتونه یه ذهنیت مثبتی توی اون تیم انتخاب کننده و مصاحبه کننده در مورد ما به وجود بیاره، هرچند که هیچ تضمینی نیست ولی خب بودنش به هر حال میتونه مثبت باشه. دو تا مورد که در مورد مصاحبه خودم میخوام بگم که فکر میکنم بهم کمک کردن، اولین مورد این بود که من همه سوالا رو صادقانه جواب دادم، چه تو مصاحبه فنی چه تو مصاحبه HR. یعنی اگر ازم پرسیدن که مثلا ما تو تیممون از این تکنولوژی استفاده میکنیم، تو چقدر با این تکنولوژی بلدی کار کنیم، من مثلا صادقانه بهشون گفتم من دانشم در این حده و اصلا هیچ تجربه ای ندارم، و اگرم تجربه داشتم خب توضیح کامل دادم. و دوم این که یکی از نقاط قوت من توی رزومم کار کردن رو پروژه خیلی بزرگ بود و تو شرکت های بزرگ ایرانی، و خب این شرکت ها چون مثلا یک شرکت های در واقع رد بالای ملی محسوب می شدن، اونا هم قطعا اون شرکت ها رو می شناختن و من خیلی روی موضوع مانور دادم و خیلی تو خوب توضیحش دادم و در واقع تونستم مثلا اهمیت کاریم رو تو این شرکت ها که خودشون شرکت های مهمی بودن رو به اونا نشون بدم، و فکر می کنم این موضوع هم به من حتما کمک کرد. ولی فکر میکنم بیشتر از رزومه اون فرآیند مصاحبه من خیلی خوب پیش رفت. مثلا یکیش یه موضوعی هست، معمولا برنامه نویس ها معمولا اینطوریه که بیشتر یک زبان رو بلد هستن، یک زبان برنامه نویسی رو، ولی من هم زبان جاوا بلد بودم هم پایتون بلد بودم و این توی اون ریکوایرمنت های آگهی مصاحبه بود و شاید اینم یکی دیگه از نقاط قوتی بود که توی فرآیند مصاحبه من بهم کمک کرد. مهمترین موضوع برای گرفتن کار خارج از ایران یک چیز، اونا انگلیسی حرف زدن به صورت حالا روون یا حداقل نزدیک به روون، چون که اصلا کشوری که انگلیسی زبان هستن که تقریبا از طریق کاری نمیشه بهشون مهاجرت کرد، مثلا کانادا کاری منظورم اینه که اونجا یه شغلی رو بگیرین و ویزای کاری بگیرین برید، یا آمریکا، استرالیا، اینا میمونن کشورهایی که بیشتر تو اروپا هستن و در واقع شما حالا داریم یه کشوری که به زبان خودشون هم باز نمیخواین صحبت کنین، و این یعنی این که باید به نظر من حتما انگلیسی خیلی خوب، حالا نمیخوام بگم خیلی خوب، ولی باید در حد قابل قبولی بتونین انگلیسی رو خوب حرف بزنین، چون که کامیونیکیشن تو تیم و تو کار قطعا مهمه، به خصوص کار تخصصی، یعنی افراد تیم با هم حرف میزنن، کلی جلسه هست، کلی جزئیات هست که همه اینا در سایه هم کامیونیکیشن که اون زبان انگلیسی هستش اتفاق میفته. اگرم یه کشور مثل آلمان، کسی مثلا برنامه خاصی برای کشور مثل آلمان که خیلی ها دارن که بازم حالا اون زبان خودشون که اگه یاد بگیرین که خیلی خیلی قطعا بهتر. در مورد امکان اینکه آدم بتونه تو نروژ کار بگیره، کلا نروژ یک کشوریه که
حداقل تو صنعت نرم افزار اونقدر کشور پیشرو نیست که خیلی موقعیت های شغلی نرم افزاری توش داشته باشه. یعنی مثلا در مقایسه با هلند، آلمان و حتی سوئد، قطعا نروژ خیلی خیلی شانس گرفتن همچین کاری کمتره. ولی به هر حال من همچنان توصیه‌ام همینه که هر جایی رو که میتونن، حالا کشوری که بهشون بیشتر علاقه دارن، همه رو اپلای کنم. یعنی نگم وای نه مثلا نروژ امکانش کمه اپلای نکنیم، چون به هر حال ممکنه از همینجا هم کار پیدا کنم. اینکه چرا نروژ رو انتخاب کردم، هم من در واقع نروژ رو واقعیت انتخاب خاصی نکردم. طبق همین چیزی که گفتم، خودم چند جا شرکت ها و کشورهای مختلف رزومه فرستادم که برای من نروژ پذیرش تونستم بگیرم. بس اینکه محیط کار بین المللی باشه یا نه، این موضوع میتونه فرق کنه، ولی کلا دونستن زبان نروژی یه چیزیه که واقعا شاید در شروع لازم نباشه، ولی برای ادامه حتما به نظر من لازم. و یه سوال دیگه که ازتون پرسیده بودم پریسا جان، این بود که حقوق و مالیات در نروژ نسبت به آلمان و سوئد، هرچند من بارها تاکید کردم که ما کشورهای دیگر رو نمیتونیم مقایسه کنیم، خصوصا اگه زندگی نکرده باشیم، ولی خواهش میکنم که درباره نروژ حداقل برامون صحبت کنیم. در مورد مالیات کشور دیگه من اطلاعی ندارم، ولی در مورد نروژ مالیات برای مثلا یک مهندس کامپیوتر، یک برنامه نویس، اون شغلی که خودم هستم، بین 30 تا 40 درصد، 30 تا 30 و چند درصد معمولا. ولی یه پوانی که در نظر گرفتم برای اسکیل ورکرهای خارجی اینه که سال اولی که میان نروژ فقط ازشون 25% مالیات کم میشه. در مورد مشخصا این شغل خودم بخوام بگم، فکر میکنم که اینطوریه که آگهی رو میدن و حالا هر کسی که اپلای میکنه براش باش مصاحبه میکنن و حالا نهایتا نفر آخر رو انتخاب میکنن. در مورد اینکه من آزمایشی همکاری کردم، نه برای من دوره آزمایشی نبود، ولی اینجا حالا اون موردی که من میخوام تو مثال بگم رشته برنامه نویسی نبود، ولی اینجا خیلی چیز غیر معمولی هم نیست که فکر میکنم یه دوره 3 ماهه رو برای آزمایشی در نظر بگیرن. یه سوال دیگه هم پرسیده بودن ازتون، آیا میشه به صورت جورکاری هم کار پیدا کرد؟ از ایران منظورم هست، و حقوق رو از طریق سرویس های مثل وب مانی درخواست کرد. در مورد دورکاری من زیاد اینجا تا اونجایی که دیدم خیلی تمایلی زیادی ندیدم که به دورکاری داشته باشن. و یه مسئله مهمی هست که توی صورت سوالم عنوان شد، همین مسئله پرداخت حقوق که خیلی باعث محدود شدن شرکت ها میشه که بخوان با کسایی که توی ایران هستن کار کنن. ولی به طور کلی فکر میکنم شاید به مرور بعد از کرونا یه ذره حتی شانس دورکاری بیشتر شده، ولی من اینجا خیلی تمایل خاصی برای دورکاری ندیدم. الان در دوره کرونا اجاره مسکن خیلی راحت تر شده. من شهرهای دیگر رو خیلی از دوستان شنیدم که اونقدر سخت نیست پیدا کردن خونه. من تجربه نداشتم، اینو بر اساس شنیده هام دارم میگم، ولی اسلو واقعا پیدا کردن خونه سخته. اما الان در دوره کرونا چون خیلی از افرادی که کرایه میکنن خونه رو افراد خارجی هستن، خب الان مرزها بسته است، خیلی از مهاجرا دیگه نمیتونن بیان، حتی کسایی که ویزا هم گرفتن، خب تعداد مستاجرا کم شده و خیلی از خونه ها الان برای اجاره هست، اما در واقع مستاجر براش نیست. الان یه مقدار بازار بهتره، ولی خب همچنان ممکنه یه تازه وارد مشکل داشته باشه. ببینیم که پریسا جان با این مشکل چیکار کردن. در مورد محل زندگی خیلی الان چیز حساسی نیست. من همین وارد کامیونیتی ایرانی های نروژ که شدم تو همین کانال های تلگرام و اینا، از طریق همون کسی رو پیدا کردم که ایشون هم ایرانی بود و من اومدم، منتها خیلی جای نگرانی نیست، چون اگه این اتفاق هم نمی افتاد مثلا از طریق همین شرکت های مثل شرکت های پرداختی مثل شریف ویزا و پارسلی پی و اینا میتونین اتاق یا خونه و اینا مثلا برای یک ماه یا یه مدت این شکلی
بگیرین و بعد حالا بیاین اینجا و بعدا دنبال خونه باشین. هرچند بازم بعضی از شرکت ها هستن که این امکان رو دارن که برای یکی دو هفته، یکی دو ماه اول یه خونه رو برای کسی که از وارد کشورشون میشه میذارن. برای این محل کار منم این بود، یه مهمان سرایی داشتم برای این کار، منتها به خاطر کرونا و این مسائل نشد که من ازش استفاده کنم. کسی که وارد نروژ میشه از طریق ویزای کاری کارت اقامت 3 ساله میگیره. بچه هایی که تحصیلی هستن، حتی دکتری ها فکر میکنم، حالا اینو من مطمئن نیستم، اگه اشتباه میگم امیدوارم شیما جان من تصحیح کنه، ولی همه 1 ساله میگیرن، هم همراه ها هم بچه هایی که تحصیلی میان 1 ساله میگیرن، ولی کسایی که ویزای کاری میان 3 سال از اقامتشون. و ظاهرم تا اونجایی که من اطلاع دارم، اگر که از کارتونم بیان بیرون یا حالا تعدیل بشین یا خودتون بخوام بیان، 6 ماه وقت دارین که مجدد برین سر کار. و بعد از اینکه 3 سالم توی نروژ باشین و مالیت بدین، میتونین برای PR اقدام کنین. حالا این جزئیات اقامتی و اینا رو من خودم هم زیاد دقیق نمیدونم، ولی در همین حد اطلاع دارم. در آخر میخوام بگم که این چیزایی که من گفتم، حالا در واقع بیشتر تجربه خود من بود، ممکنه واسه آدم های مختلف خیلی متفاوت انجام بشه، ولی چند تا چیز رو دوستان به عنوان حالا یه توصیه برای به عنوان کسی که این کار رو یه بار انجام داده و این مسیر رو رفته به بقیه بکنم. اولا که فرآیند کار گرفتن تو خارج از ایران، از ایران کار سختیه و خیلی زمان بره و به نظر من یه ناامید نشدنی هم لازم داره، به خاطر اینکه باید مدام رزومه بفرستی، خیلی جا شاید حتی مثلا اسم کشور رو ببینن بذارن کنار، خیلی جا ممکنه ببینن اصلا شما داخل اون کشور نیستی بذارن کنار، و همینطوری این خیلی ممکنه اتفاق بیفته، ولی نباید ناامید شی و باید همینطوری رزومتون رو آپدیت نگه دارین، برای شغلی که میخواین درخواست بدین رزومتون رو تغییر بدین، یعنی یه موارد توش کم کنین اضافه کنین. ولی در مورد رزومه، به نظرم رزومه رو ساده نگه دارین، خیلی پیچیدش نکنین، شلوغش نکنین. متاسفانه من اینو توی چند تا مورد دیدم که حالا فرد میخواد تواناییاشو همه رو به نمایش بذاره، اینقدر رزومش طولانی میشه و زیاد میشه که این حسو میده که اصلا این شخص چه تخصصی داره وقتی که تو همه این حوزه ها کار کرده، پس تخصص اصلیش چی؟ و یه مورد دیگه که خیلی مهمه به نظرم زبانه، به خاطر اینکه هر چقدر که توی یه چیزی ما تخصص داشته باشیم، اگر نتونیم با یه تیمی، با یه افراد دیگه ارتباط برقرار کنیم، نتونیم خودمون رو به درستی به اونا بفهمونیم، نمیتونیم اون نتیجهی که میخوایم رو بگیریم و این اتفاق فقط با تقویت زبان میفته. یعنی اگر من یه مصاحبهی داشته باشم که قرار باشه 100 روز وقت داشته باشم که خودم برام مصاحبه آماده کنم، واقعا بدون تعارف شاید 70 روزش رو بزنم رو زبان، به خاطر اینکه من وقتی بتونم خودم رو درست ارائه کنم، بتونم راحت حرف بزنم، میتونم از تجربه‌ام دفاع کنم، میتونم دانشم رو به زبون بیارم و میتونم اون افراد رو قانع کنم. واسه همین زبان خیلی اهمیتش زیاده و روون حرف زدن، هر چقدر آدم روون حرف بزنه باز کمه به نظرم. و سوال پایانی این بود که نیرو از اتحادیه اروپا نبود که شما را انتخاب کردن. درباره این سوال ببینید، خب نروژ کشور که هم جمعیت خیلی ها نظرشون اینه که موقعیت شغلی اونقدر در نروژ زیاد نیست، که من قبول دارم در مقایسه با یه سری از کشورها مثل آلمان و سوئد موقعیت شغلی اونقدری ممکنه نباشه، اما به خاطر همون جمعیت پایین و حقوق بالایی که در نظر میگیرن، همچنان نروژ وابسته به نیروی کار از خارج هست. همونطور که میدونید در دوران کرونا، با وجودی که ما خیلی
قرنطینه های سفت و سخت گهگاه داشتیم، ولی به خاطر وابستگی که به نیروی کار خارج از نروژ داریم، خصوصا از سوئد و لهستان، مرزهامون با این کشورها بسته نبود، چون کار میخوابید، خیلی از کارا توی نروژ میخوابید. و درباره کاری هم که پریسای عزیز گرفته، خب رشته کامپیوتر رشته که خیلی توی نروژ میخونن، الان ممکنه سوال خیلی ها باشه خب چطور یه نروژی نتونست این کار بگیره. البته پریسا جان توی مصاحبهشون اشاره به شهری که زندگی میکنن نکردن، هرچند توی سوالا بود، پس من احتمال میدم که خودشون نخواستن این اطلاعاتو بدن، پس من درباره شهری که ایشون زندگی میکنن صحبت نمیکنم. ولی در نروژ به دو دلیل خارجی ها میتونن شانس خودشون رو برای پیدا کردن شغل امتحان کنن. یکی اینه که بعضی از پوزیشن ها توی شهرهایی هست، توی مناطقی هست که خیلی محبوب نیست، خیلی طرفدار نداره. و دلیل دیگه هم حقوقه، خیلی از پوزیشن ها حقوق بالایی کارمندا میخوان و خب کارفرما ترجیح میده یه نیروی کار ارزون تر بیاره. و من مطمئنم که الان این پوزیشنی که پریسای عزیز گرفتن، اگه یه نروژی باش مصاحبه کرده بودن، من حتی حقوق پریسا رو نمیدونم چی هست، ولی احتمال خیلی زیاد میدم که حداقل یکی از دلایل کارفرمای پریسا مسائل حقوق بوده، دستمزد، که خب به خارجی ها معمولا به خاطر اینکه هیچ سابقه کاری در نروژ ندارن، تازه دارن شروع به کار میکنن، دستمزدهای پایین تری داده میشه. این هم سوالی که میتونستم پاسخ بدم به این دوست عزیز. برای شما شیما جان و دوستان عزیزی که صحبت‌های من رو گوش کردن، آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که این توضیحاتی که دادم مفید بوده باشه. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم، البته مطمئنم که تمام این مطالبی که پریسای عزیز گفتم به دردتون میخوره. حتی دوستانی که قرار تحصیلی یا از راه های دیگه مهاجرت بکنن، توضیحاتی که پریسا داد خیلی توضیحات مثبت و اخبار خوبی بود، کلی امید میتونه به همه عزیزان بده که با تلاش همه چی ممکنه. تلاش اون هم به صورت مستمر، تاکید میکنم و برمیگردم به ابتدای مصاحبه پریسا که گفت این پروسه براش 2 سال طول کشید، نباید ناامید بشین. هر جا که میبینین جواب نمیده، تلاشتون رو بیشتر بکنین یا راه‌های مختلف و بهتر دیگه رو امتحان بکنین، ممکنه مسیر رو دارین اشتباه میرین. و مهمترین مسئله هم دانش شماست، خیلی روی مدرکتون تمرکز نکنین، چون گفتم توی ایران متاسفانه مدرک گرایی هست. خیلی از جوانای ما 2-3 تا مدرک دانشگاهی، رشته های خیلی متفاوت و غیر مرتبط با هم دارن، اما باشون صحبت میکنی متوجه میشی که درباره یه دونه از این رشته ها هم حتی اونقدر سواد و اطلاعات کافی نداره. پس مدرک همه چیز نیست، روی آموختن واقعا کار کنی. یعنی اگه زمانشون رو میذارین دانشگاه میریم، واقعا یاد بگیریم، فقط دنبال گرفتن مدرک نباشین. تجربه کاری خیلی مهمه، سعی کنید تا اونجایی که میتونید سریعتر وارد بازار کار بشه. خیلی همه چیز بیشتر بستگی به دانش واقعی شما داره، دانش مدرکتون، نه اون مدرکی که قاب کردیم گذاشتیم یه گوشه خونه، نه اون چیزی که واقعا میدونیم. و دونستن این فرهنگ و رعایتش، اینکه چطور باید تو محیط کار با همکارا رفتار بکنیم، شاید اونقدری که این مورد مهم باشه چیزهای دیگه اهمیتی نداشته باشه. اگه دقت کنید توی مصاحبه پریسا، من ایشون رو تا به حال از نزدیک ندیدم، تمام شناخت من از ایشون به اندازه شماست، یعنی همین بویسی که ازش داشتیم، اما کاملا از طرز صحبت کردنش مشخص بود که خیلی نزدیک به همون تیپیه که نروژیا میپسندن، همون آروم صحبت کردنش، همون دقیق بودنش توی جواب دادن به سوالایی که ازش پرسیده شده بود، همون مدل نوشتن رزومه، صداقت در زمان مصاحبه و و و تمام مواردی که رعایت کرده بود. و من مطمئنم که بقیه دوستانم اگه به این نکات
ظریف و مهم توجه بکنن، خیلی راحت و سریع در نروژ میتونن کار پیدا بکنن. خیلی زود با مصاحبه های جدید برمیگردن.